خواجه عبدالله انصاری. یارب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی و ما همه محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. هرات باستان از دیر باز مهد و قدمگاه اولیای الهی بوده و یکی از این جوانمردان خواجه عبدالله انصاری هروی است که در عرفان شهره آفاق گردیده است. او از کودکی زبانی گویا و طبعی توانا داشت، چنان که شعر پارسی و عربی را نیکو می سرود و در جوانی در ادبیات و دانش‌های دینی و حفظ اشعار عربی زبان زد گردید. او خود گوید: 4 ساله بودم که به دبستان شدم و 9 ساله املا می نوشتم و شعر می گفتم. 14 ساله بودم که مرا به مجلس نشاندند و دیگران بر من حسد می کردند. وی به جادوی عشق و ایمان به شامخترین قله انسانیت دست یافت و مناجاتنامه وی قرنهاست که آبشخور جویندگان راه حق بوده و همچون چشمه آب حیاتی است که هر که از آن نوشد عمر جاودان می‌یابد. خواجه از گویندگان و شعرایی است که کلام او از دل برآمده و لاجرم بر دلها می نشیند و نثر وی نیز به روانی خود نوعی شعر به شمار می آید که نمونه از آن بدین گونه است: نماز نافله کار پیر زنان است، روزه فزون داشتن صرفه نان است، حج نمودن تماشای جهان است، اما نان دادن کار مردان است. خواجه به پیروی از عرفای بزرگ ایران چون بایزید بر این باور بود که بزرگترین کرامت انسانی همانا به دست آوردن دل آدمیان است، چنان که می فرماید: اگر بر هوا پری مگسی باشی و اگر بر دریا روی خسی باشی، دلی به دست آور تا کسی باشی. عیب است بزرگ برکشیدن خود را، از جمله خلق برگزیدن خود را، از مردمک دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. همچنین وی در مناجات نامه خود قطعه های ادبی بسیار زیبایی دارد که از جمله آنها چنین است: الهی یکتای بی همتایی و قیوم توانایی، بر همه چیز دانایی و بینایی و از عیب مصفایی و از شریک مبرایی. الهی با بهشت چه سازم و با حور چه بازم، مرا دیده ایده تا
که از هر نظری بهشتی سازم. به کودکی پستی، به جوانی مستی، به پیری سستی، پس ای عزیز حق را کی پرستی؟ برخی از آثار مهم او عبارتند از مناجات نامه، صد میدان و تفسیر هروی. وی در سفر به حج موفق به دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی شد، عارفی امی که همواره می فرمود پروردگار چه در حجاز و چه در خوارزم حاضر است، و احتمالاً خواجه عبدالله نیز به پیروی از او بوده که چنین سروده است: در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت هست و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل. خواجه مدت کوتاهی را با خرقانی بود و پس از آن گفته است که مشایخ من در شریعت و طریقت و حقیقت بسیارند، اما پیر من در تصوف شیخ ابوالحسن خرقانی است که اگر او را ندیدمی کجا حقیقت را دانستمی. عبدالله مردی بود بیابانی، می رفت به طلب آب زندگانی. ناگاه رسید به شیخ ابوالحسن خرقانی، دید چشمه آب زندگانی، چندان خورد که گشت از خود فانی، که نه عبدالله ماند و نه ابوالحسن خرقانی. از رباعیات منصوب به اوست: یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هر چند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی و ما همه محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. وی را گفتند در حق دنیا چه گویی؟ گفت: در حق چیزی چه گویم که آن را به حرص به دست دارند و به بخل نگاه دارند و به حسرت بگذارند. درون او همه حیرت است و برون او همه عبرت، میان حیرت و عبرت چه جای عشرت است؟ خواجه عبدالله در پایان عمر نابینا شد و پس از تحمل چندین نوبت تبعید و حبس، عاقبت در سال 481 هجری در سن 85 سالگی دنیا را بدرود گفت و در شهر هرات به خاک سپرده شد. یادش گرامی و روانش در جهانهای مینوی در آرامش ابدی باد.